ولی بعد از بیان آیت الله خمینی نیرو آنچنان زیاد شد که من 5 نفر رو، فقط 5 نفر رو مأمور کردم که اون کوه بلندی رو که بر پاسگاه ژاندارمری مسلط هست تحت تصرف در بیارن، و این 5 نفر با دادن 1 شهید این کوه بلند رو که بر منطقه از نظر استراتژی بر منطقه سیطره داشت به تصرف در آوردن. و بعد از تصرف این کوه که ژاندارمری رو از محاصره اونها نجات دادیم، تصمیم گرفتم که فرودگاه رو هم به تصرف در بیاریم، چون تیمسار فلاحی به من تلگرافی فرستاده بود که نیروهای زیادی در کرمانشاه آماده پرواز به پاوه هستند و بنابراین فرودگاه رو ما باید به تسخیر در بیاریم. 3 گروه جنگنده رو معین کردم که در هر گروه 1-2 نفر از پاسداران و بقیه از اکراد محلی بودند که اینها از 3 نقطه مختلف به فرودگاه حمله کنند، و به اونها گفتم که از این دره اول که گذشتید در بلندی های در تپه های دوم متوقف بشید. دوستان ما آنچنان حمله بردند که نه تنها از دره اول، از دوم و سوم هم گذشتند و به دهی که اون طرف بود رسیدند که در اون درگیری با تاقیان اون ده یکی از دوستان ما دوباره در اونجا شهید شد. به هر حال فرودگاه هم به تصرف ما درآمد و بیمارستان هم بدون هیچ تلفاتی باز به تصرف دوستان ما درآمد، و از ساعت 6 بعد از ظهر که تقریبا شهر به تصرف ما درآمده بود و بلندی ها هم زیر سیطره ما قرار داشت، نیروهای کمکی به وسیله هلیکوپترها و شنوک و از راه های مختلف وارد شهر شدند. بنابراین می توانم به طور کلی تنها دلیل بقای خودمون و پیروزی خودمون رو در پاوه اعلامیه ذکر بکنم که حضرت آیت الله خمینی در این باره صادر کردند، و این پیروزی ها همونطور که گفتم قبل از اینی بود که حتی یک نیروی جدید وارد پاوه بشه، یعنی با همون نیروهای موجود و با همون پاسداران محلی موجود بود که ما توانستیم تمام مواضع از دست رفته خودمون رو کسب کنیم و دشمن رو به عقب بزنیم. دکتر شمران به فرمان مبارک امام خمینی به وزارت دفاع منصوب می‌گردد که در اولین سخنرانی خود هنگام آغاز کار چنین گفت: من سربازی خاکی هستم که به فرمان امام به این سمت گماشته شدم تا وحدت فرماندهی و سربازی را عملا نشان دهم. دکتر شمران در اولین دوره مجلس شورای اسلامی از سوی مردم قدرشناس تهران به نمایندگی برگزیده شد. خدایا، مردم آنقدر به من محبت کردند و آنچنان مرا از باران لطف و محبت خود سرشار کردند که راستی خجلم و آنقدر خود را کوچک می‌بینم که نمی‌توانم از عهده بدرآیم. خدایا، تو به من فرصت ده، توانایی ده تا بتوانم از عهده برآیم و شایسته این همه مهر و محبت باشم. خدایا، سالها در به در بودم، به خاطر مستضعفین دنیا مبارزه می کردم، از همه چیز خود چشم پوشیده بودم و آرزو می کردم که روزی به ایران عزیز برگردم و همه استعدادهای خود را به کار اندازم. پس از شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، دوران حماسه ساز و پرتلاش و تحرک دیگری را آغاز می نماید که بدون شک بی نظیر بود. دکتر چمران با اجازت حضرت امام خمینی همه موقعیت ها و مناسب و دنیای سیاست را پشت سر انداخت و خالصان او بیریا به جبهه جنگ شتاف و همانند سربازی خاکی اغلب بسی مظلومانه تنها همراه با تنی چند رزمنده جان برکف به فوج عظیم دشمن یا توده انبوه تانک های او در حومه اهواز حمله می کرد و بدین ترتیب ماشین جنگی صدام در چند کیلومتری اهواز متوقف ماند.
خیلی بیشمار نیروهای مردمی برای نبرد با دشمن متجاوز به حریم اسلام رو به سوی جبهه ها آورد و گرد وجود او حلقه زدند. دکتر شمران در کنار حجت الاسلام خامنه ای ستاد جنگ های نامنظم را برای جذب این نیروهای مردمی به وجود آورد که نام آن لرزه بر اندام دشمن می افکند و قوت قلب ملت ما بود. در این هنگام دکتر شمران تلاشی وافر داشت تا بتواند نیروهای مردمی را سازمان دهد و در کنار نیروهای نظامی به کار گیرد و حاصل این تلاش برای اولین بار در فتح سوسنگرد که داغی بود بر دل صدام نمایان گشت. با این حرکت نو و طرح جدید نیروهای نظامی، سپاه، بسیج و عشایر کنار هم سازمان یافت و در شرشب تاسوعای حسینی به انبوه تانک‌های دشمن تاختند و سوسنگرد را پس از چند روز محاصره آزاد ساختند که این آزادی به بهای شهادت بسیج رزمندگان جان بر کف و مجروح شدن دکتر شمران انجامید. من باز یافتم، من رفته بودم، من متعلق به خدایم، من دیگر وجود ندارم، منی و منیتی دیگر نیست، دیگر به کسی عصبانی نخواهم شد، دیگر به نام خود و برای خود قدمی بر نخواهم داشت، دیگر هوا و هوس در دل خود نخواهم پرورد، آرزوها را فراموش خواهم کرد، دنیا را ستلاقه خواهم نمود، همه دردها و شکنجه ها و زخم زبانها را خواهم پذیرفت. نیروهای ما از سه طرف پیش می رفتند و به حدود 1 کیلومتری سوسنگر رسیده بودیم و خانه ها و درخت های محدوده سوسنگرد به چشم می خورد و هیچ شوقی برای من زیباتر از آن نبود که چند لحظه بعد آن رزمندگان مقاوم را در داخل سوسنگرد در آغوش بگیرم و به این همه مقاومت و دلاوری آنها درود بفرستم. در این لحظات بود که یک بار گرد و خاکی از طرف دست راست از زیر رودخانه کرخه یا از شمال شرقی سوسنگرد به چشم خورد. دوربین را آوردیم و دیدیم مقدار زیادی تانک و نفربر و کامیون های مختلفی است که به سرعت به پیش میاد. از حرکت آنها احساس کردم که اینها در حال فرارند، زیرا میدانند که نیروهای ما به پیش میروند و میکوبند و هیچ یک از آنها قادر به مقاومت نخواهد بود. دوستان خود را بسیج کردم و متاسفانه با کمال تأسف تمام آر بی جی که در دست ما بود 3 گلوله آر بی جی بود. این را میگویم که فقر ما را و ضعف امکانات مادی ما را بهتر بدانید. نیرویی که به شهر سوسنگرد حمله میکند فقط 2 آر بی جی و 3 گلوله آر بی جی به همراه دارد. یکی از جوانان را به جلو فرستادم و او کمین کرد و یکی از تانک ها که در جلوی تانک های دیگر پیش می آمد او را هدف گرفت و پس از چند لحظه تانک را به هوا فرستاد، منفجر شد. عده ای از داخل تانک خارج شدند و پا به فرار گذاشتند. یک بار دیدم که یک تانک دیگر همراه با چند نفر بر دیگر به سرعت خود را به سوی دست راست یعنی به سوی ابو حمیزه می کشاند و از نظر نظامی این یعنی دور زدن ما و قطع رابطه ما با حمیزه یعنی با نیروهای ارتشی بود. فریاد زدم، اون جوان را خواستم که به سرعت خود را به او برساند و این تانک را منهدم کند. بیچاره جوان آنقدر دویده بود که دیگر نفسش به اتمام رسیده بود، نمیتوانست بدود و از فاصله دور تانک را هدف گرفت و متاسفانه اصابت نکرد. بنابراین تانک بر روی جاده آمد و راه ما را با ابو حمیزه قطع کرد. به عبارت دیگر ما محاصره شده بودیم. نیروهای دشمن به شدت پیش می آمد و سومین گلوله نیز توسط یکی از دیگر از دوستان دیگر در روی جاده به سمت همین تانک پرتاب شد، آن هم اصابت نکرد.
زیرا فاصله دور بود. اینجا بود که لحظه بر من گذشت که من مسئولیت جان این جوانان را به عهده دارم و باید به هر وسیله شده آنها را از صحنه خارج کنم که اسیر نشوند. به آنها دستور دادم که هرچه زودتر عقب نشینی کنند و خود را به سمت ابو حمیزه بکشند و در ضمن که این کار را میکردم خود من به سمت سوسنگرد حرکت کردم، یعنی جهت مخالف، و بدین وسیله میخواستم که نظر دشمن را به سوی خود جلب کنم و این چنگالی را که گشوده است و میخواهد ما را تعقیب کند به سراغ من بیاید، نه به سراغ رزمندگان دیگر من. و من آرزو میکردم که در این نبرد تنها باشم، کسی همراه من نیاید. یکی از جوانان پرشور و با ایمان ما که محافظ شخصی من بود و 2 سال با ما بود است و از روزگاری که در سپاه پاسداران بودم او تربیت شده بود، به نام اکبر چهرگانی، او مرا رها نمی‌کرد و او قدم به قدم به دنبال من می‌آمد. فریاد من به او اثری نداشت. او خود را محافظ من می‌دانست و می‌خواست به دنبال من بیاید و فرصت آن نبود که برای او حقایق جنگی را تشریح کنم و اگر تشریح می‌کردند مسلماً نمی‌پذیرفت. ما به سرعت به سوی سوسنگرد حرکت کردیم در حالی که خود را کم و بیش به دشمن نشان می‌دادیم.